که ششمین تدکس بانوان شهریور 1403. تا حالا به این فکر کردید که کلیشه های جنسیتی از کجا اومدن؟ این موضوع برمیگرده به خیلی سال پیش، وقتی که ما آدم ها هنوز قبیله‌ای زندگی میکردیم و برای زنده موندن نیاز داشتیم که با خرس بجنگیم و به شکار بریم. قاعدتاً توی چنین موقعیتی قدرت بدنی میتونه خیلی مهم باشه. ما نیاز داریم با خرس بجنگیم. ما قدرت بدنی نیاز داریم. و توی چنین شرایطی که مردها عموماً قدرت بدنی بالاتر و بهتری دارن، نقش‌های مهمتری رو بر عهده میگیرن و رهبران خیلی بهتری میشن. و زنها عموماً وظیفه نگهداری از خونه رو بر عهده میگیرن. سالها از اون ماجرا گذشته. ما دیگه انسان اولیه نیستیم، ما دیگه قبیله‌ای زندگی نمی‌کنیم. ما دیگه برای قدرت نمایی نیاز به زور بدنی نداریم. دنیای امروز دنیای مهارت هاست، نه دنیای قدرت بدنی. شما هر چقدر توانایی بیشتری داشته باشید، انسان توانمندتر و انسان قدرتمندتری توی دنیای امروز میتونید بشید. پس چرا هنوز ما داریم با کلیشه های جنسیتی سالها پیش زندگی میکنیم؟ روی صحبتم با دخترهاست. چند بار شده که نبشنوید فقط و فقط چون دختر هستید. نه، نمیتونی این کار رو انجام بدی، این یه کار پسرونه است. این شغل مردونه است، نمیتونی انجام بدی. نه، نمیتونی با دوستات بیرون بری، نمیتونی با دوستات مسافرت بری. ما بارها و بارها نمیشنویم فقط و فقط به خاطر اینکه دختر هستیم. ناممکن‌های زیادی جلوی پای ماست فقط به خاطر اینکه دختریم. از من دعوت شد تا در مورد ناممکن خودم صحبت کنم. ناممکن من در مقابل دختری که مورد تجاوز قرار گرفته اما نباید صداش در بیاد ناممکن کوچیکیه. ناممکن من در مقابل زن سرپرست خانواده‌ای که با وجود بچه‌های کوچیک باید ساعت‌های طولانی کار بکنه تو این شرایط سخت اقتصادی ناممکن کوچیکیه. ناممکن من در مقابل دختری که تهدید به مرگ میشه فقط و فقط به خاطر اینکه عاشق شده ناممکن خیلی کوچیکیه. این ناممکن کوچیک من برای من و زنان خانواده من یک ناممکن خیلی طبیعی و عادی بود. من مثل خیلی از ایرانی‌ها تو یک خانواده سنتی به دنیا اومدم. توی خانواده‌های سنتی نقش زن از پیش تعریف شده، یک مادر خانه‌دار. و کمال یک زن توی این دوتا عبارت خلاصه میشه که خیلی عالیه، اما برای من کافی نبود. اولین بار که به عنوان یک زن بزرگسال با یک ناممکن روبرو شدم 17 سالم بود. هاوین 17 ساله گفت میخوام برم سر کار. نه، مگه ما چی برات کم گذاشتیم که میخوای کار کنی؟ بمون خونه و درست رو تموم کن. باید چی کار میکردم؟ باید سکوت میکردم؟ نه، من آدم سکوت کردن نبودم. من شروع کردم به حرف زدن. من از زنان شاغل موفق ایرانی حرف زدم. من زن شاغل سریال مورد علاقه پدرم رو تحسین کردم. من در مورد رویاهای بزرگی که در مورد شاغل بودن بود صحبت کردم. ناممکن من ممکن شد. نه خیلی سریع، نه یک شبه، بلکه به تدریج. بعد از یک سال پای من به محیط‌های کاری باز شد. توی ایران زن‌های ایرانی وقتی از خانواده رد میشن تازه میرسن به خانه جامعه. به عنوان یک زن شما باید به کارفرما ثابت کنی که در کنار مدیریت خانوادت از پس این شغل هم برمیای. توی محیط‌های کاری اگه مقتدرانه برخورد کنی بهت انگ زن خشن میزنن. حتی بعضا ممکنه بشنوی که همکارات دارن با همدیگه میگن امروز پریوده، باش حرف نزن. در حالی که اگر همین رفتار رو ما از یک مرد ببینیم اون رو تحسین میکنیم و میگیم چه مرد مقتدری بود. وقتی در مورد این حرف میزنم که مرد رو تحسین میکنیم به این معنی نیست که ما با مردها مشکلی داریم. ما داریم در مورد یک عمل یکسان توی دو انسان صحبت میکنیم. یک نفر رو تحسین میکنیم و به یک نفر دیگه یک انگ میزنیم. زنهای شاغل عموماً به عنوان زن خودخواه شناخته میشن، چون انگار که شاغل بودن مساویه با این که از نقش مادر بودن و همسر بودنش زده. حالا باید چی کار کنیم؟
راهکار چیه؟ حرف بزنیم. قدرت کلمات رو دست کم نگیرید. توی خانواده، توی محل کارتون، با دوستانتون، توی جمعهاتون حرف بزنید. خیلی از پدران و برادران، همسران ما مدیرهای خیلی تاثیرگذاری توی این کشور هستن. تصور کنید که این مدیرها چه تأثیری میتونن توی کشور و توی روند جامعه ما داشته باشن. حرف بزنید و قدرت کلمات رو دست کم نگیرید. تصور کنید اون جامعه ای رو که به همون نمیگن نه چون تو دختری، به همون میگن تو میتونی چون تواناییش رو داری. مطمئن باشید که کلمات تأثیرشون رو میذارن و ناممکن ما ممکن میشه. نه یک شبه، اما به تدریج. ممنونم.